در ارتباط با روابط ایران و عربستان، اون سوش یعنی چین، عربستان و آمریکا هر سه در پی ثبات هستند. ولی جمهوری اسلامی در طول این سالها نشون داده برای ثبات خودش احتیاج به ایجاد بحران داره، به خصوص در منطقه، و مواضع رادیکالش بسیار بنیادینه، از حذف اسرائیل تا دشمنی با غرب و البته برنامه هستیش که بحث برانگیز است. این تلاش جمهوری اسلامی برای بهبود روابط با همسایگان ایران آیا یک تغییر استراتژیک است یا یک تلاش تاکتیکی موقت برای گذراندن از این مرحله دشواری که هم در داخل و هم خارج باهاش روبرو هست؟ خدمتتون درود میفرستم جناب علی‌الدین و همه بینندگان صدای آمریکا. عرض کنم به حضورتون که این پرسشی که شما فرمودید خیلی نکته مهمی رو شما درش قرار دادید. یکی مسئله ثبات هست و یکی مسئله وضعیت موجود هست. جمهوری اسلامی در 44 سال اخیر همونجوری که خودتون فرمودید همیشه مخالف وضعیت موجود بوده و اونجاهایی که به وضعیت موجود تن در داده به خاطر این بوده که یا در موضع ضعف بوده یا در موضعی بوده که سعی می‌کرده به یک گونه ای در واقع موقعیت خودش رو باز تعریف بکنه. ما نمونهش رو برای مثال در مرحله حمله عراق به کویت دیدیم که ناگهان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتش که موضع بی‌طرفانه در پیش بگیره، در صورتی که متحد جمهوری اسلامی در دوره جنگ ایران و عراق یعنی سوریه نیرو گسیل کرد به کویت که علیه عراق بجنگه. سوالی که در مورد امروز وجود داره این هستش که با توجه به تمام این افت و خیزهایی که در رابطه میان عربستان سوری و جمهوری اسلامی وجود داشته، این گشایشی که به مناسبت میانجیگری چین اتفاق افتاده تا چه حد داره تعریف کننده یه موضع جدید جمهوری اسلامی میشه؟ و همونجوری که شما فرمودید پرسشی که هست این هستش که آیا این یک موضع استراتژیکی و ماناست یا یک موضع تاکتیکی؟ و پاسخ بنده خیلی صریح این هستش که جمهوری اسلامی همیشه به صورت بقطتن و به صورت تاکتیکی عمل کرده و تا وقتی که همون مسائلی که شما فرمودید، یعنی مسئله از میان رفتن کشور اسرائیل حالا به هر ترتیبی که جمهوری اسلامی تفسیرش میکنه و یا حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی، تا وقتی که این دوتا مسئله حل نشوند به نظر بنده اختلافات میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد و به قول غربی ها این مسئله‌ای که شما می‌بینید، اختلافاتی مثل همین اختلاف بر سر میدان گاز که اخیراً پیدا شده، اینها واقعاً حاشیه‌ای و مانند شکری هست که بر روی این کیک اختلافات پاشیده میشه تا یک چیزی که واقعاً مسائل عمدتاً و عمیقش همون مسائل هست که خدمتتون عرض کردم، به خصوص موضع جمهوری اسلامی در مورد یمن که به نظر نمیرسه تغییر پیدا کرده باشه. آقای خلدی، روز گذشته ابراهیم رئیسی در تماس تلفنیش با پوتین خواهان پیوستن ایران به گروه بریکس شده، متشکل از کشورهای چین، روسیه، برزیل، هند و آفریقای جنوبی. پیش از این هم خواهان عضویت در پیمان شانگهای بود که بالاخره هم عضو شد. این عضویت ها در راستای سیاست های غرب ستیزانه جمهوری اسلامی تا چه حدی برای جمهوری اسلامی برای عبور از بحران های داخلی و خارجی کمک میکنه؟ ببینید، این سوالی که فرمودید خیلی مهم هست. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که، و این رو من اجازه بدید توی پرانتز عرض بکنم، روسیه عملا داره تبدیل به یکی از متحدین درجه دو چین میشه با توجه به نفوذی که چین در آسیای میانه به صورت همه گستری پیدا کرده. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که چین و روسیه رو هر دو رو با هم دیگه داشته باشه. فراموش نفرمایید در اوج جنگ ایران و عراق همین جمهوری اسلامی، میخوام به ثابت‌های رفتاری جمهوری اسلامی اشاره بکنم، در عین اینکه اتحاد جماهیر شوروی تأمین کننده مهمترین مهمات برای زرادخانه نیروهای صدام حسین بود در جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی سعی کرد که بهترین روابط رو با اتحاد جماهیر شوروی داشته باشه. این هیچ تفاوتی نکرده، همیشه در صدد این بوده که یک سری کسانی رو پیدا بکنه، دولتهایی رو پیدا بکنه در سطح بین‌المللی که از بقاش حمایت بکنن و بهش اجازه بدن که در کمال ضعف
از موضع قدرت مذاکره بکنه. حالا این موضوعی که من خدمتتون عرض کردم، چطور میشه که یک کشوری در کمال ضعف از موضع قدرت مذاکره بکنه رو در همین وضعیتی که بین ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی در قضیه گروگان ها دیدیم میبینیم. از یک طرف برای مثال جمهوری اسلامی داره میزان غنی‌سازی اورانیوم رو کم میکنه یا متوقف میکنه، از طرف دیگه کماکان آزادی گروگان ها رو منوط به این میکنه که مبلغ متنابهی از پول که به خاطر اعمال دیگرش در واقع بلوکه شده بود یا در واقع حالا جلوگیری شده بود از انتقالش به جمهوری اسلامی، از طریق این اعمال غیرقانونی که جمهوری اسلامی انجام میده نهایتاً بهش برگرده. چگونه میشه یک کشور ضعیف مثل جمهوری اسلامی از نظر داخلی از موضع قدرت مذاکره بکنه؟ برعقیده من تا وقتی که کشورهای نیرومند عضو شورای امنیت مثل چین و روسیه با تمام قدرت از این کشوری که تمام اصول و قواعد حقوق بین‌الملل رو در لحظه لحظه وجودش زیر پا گذاشته حمایت میکنند، اجازه خواهد داد که همونجوری که حضرت عالی در سؤال خیلی مهمتون فرمودید، از سیاست خارجی به عنوان ابزاری برای تقویت سرکوب داخلی استفاده بکنه؟ آقای خلدی، حالا بیاییم فرض بذاریم بر این که جمهوری اسلامی واقعا یه روزی تصمیم بگیره و بیاد تغییر روی کرد بده، تغییر استراتژی بده. این سوالیه که باراک اوباما تو مصاحبه که با مجله آتلانتیک 2016 داشت اصلا مطرح شده. آیا کشورهای منطقه به خصوص عربستان حاضر هستن سهم خودشون و منافع خودشون رو شریک بشن با ایران در منطقه؟ در شرایط فعلی من این رو بعید میدونم. یک دوره اعتمادسازی بسیار بلند باید به وجود بیاد. این تنها در صورتی امکان پذیر هست که مثلا اون تحولی که در چین اتفاق افتاد بعد از مرگ ماو و باعث شد که در واقع بازار دولت محور کاپیتالیستی در چین تحت زعامت دنگ شاوپینگ به وجود بیاد، یک همچین تحولی در جمهوری اسلامی به وجود بیاد، به این معنی که خامنه ای در بگذره و جانشین او که به احتمال زیاد پسرش خواهد بود، حالا یا در روی صحنه یا در پشت صحنه، بیاد و جمهوری اسلامی رو از نو تعریف بکنه، که این مطمئنن منجر به یک پاکسازی همه جانبه در سطوح میانی و سطوح ارشد جمهوری اسلامی هم خواهد شد. تا وقتی که این تحولات به این شکل اتفاق نیفته، بعقیده من دوره اعتمادسازی میان کشورهای خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و جمهوری اسلامی دوران بسیار طولانی مدتی خواهد بود که ممکن هست علارغم این بازسازی هایی که جانشین خامنه ای به خواهد انجام بده، نه تنها عمر جمهوری اسلامی بهش قد نده که اتفاقا چنین بازسازی یا در واقع بازنگری ساختاری از طرف جانشین یا جانشینان خامنه ای منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی بشه.